به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از صفحه کابل نیوز، د کابل پغمان ولسوالی اروند سیمه کې 14 ډیر کسان ټپیان کړي. د کابل امنیه قمندانی وایي نن سهار د کابل پغمان ولسوالی اروند باغ داود سیمه کې په یو موټر پورې د نشنول شوی مقناطیسی ماین 14 شوی چې له عمله یې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. په کابل کې د دې وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې تر بله هر وخت زیات شوې دي. په ورته مهال د کابل امنیه قمندانی وایي د پغمان ولسوالي اروند قلای حیدرخان سیمه کې یې د سره غارې یو ماین خونسا کړی دي. به نقل از افق، ترامپ در سازمان ملل در تلاش پایان جنگ افغانستان هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در 75مین نشست مجموعه عمومی سازمان ملل اعلام کرد که امریکا در تلاش است تا جنگ افغانستان را پایان دهد. نشست مجموعه عمومی سازمان ملل روز سه شنبه اول میزان به صورت مجازی با سخنرانی دبیر کل این سازمان و رؤسای جمهور برازیل، امریکا و برخی کشورهای دیگر آغاز شد. آقای ترامپ در سخنرانی خود گفت ایالات متحده در تلاش است جنگ در افغانستان را پایان دهد. ما نیروهایمان را به خانه برمیگردانیم. او تاکید کرد که امریکا به ماموریت خود به عنوان عامل ایجاد صلح عمل می کند، اما در عین حال به دنبال دستیابی به صلح از طریق قدرت است. رئیس جمهور امریکا در ادامه گفت که سلاح‌های ما در پیشرفته ترین حالتش قرار دارد و امیدوارم هرگز نخواهیم از آن استفاده کنیم. او در این سخنرانی خود از توریسم، بردگی، نقض حقوق زنان، سرکوب مذهبی و پاکسازی اقلیت‌ها و نقض حقوق بشر به عنوان مسائل اصلی جهان نام برد و گفت سازمان ملل باید در این زمینه ها متمرکز شود تا ماموریت اصلی خود را انجام دهد. دونالد ترامپ همچنین از تحریم ها علیه ایران و کشتن فرمانده نیروهای قدس سپاه این کشور به عنوان دستاورد کشورش در مبارزه با توریسم یاد کرد و گفت که به این سیاست ادامه خواهد داد. او با اشاره به توافقات صلح میان اسرائیل، امارات و بحرین گفت که هرگز درباره خاورمیانه به اندازه امروز خوشبین نبوده است و تلاش می کند توافقهای صلح تازه در این منطقه اجرایی کند. رئیس جمهور امریکا در سخنان خود به چین نیز حمله کرد و این کشور را عامل اصلی گسترش ویروس و کرونا در جهان خواند. او از ویروس و کرونا نیز به عنوان ویروس چینی یاد کرد. و همچنان ترامپ نیروهای امریکایی هنگام خروج از افغانستان نقش حافظ صلح را انجام می‌دهند. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می‌گوید که نیروهای امریکایی با خروج خود از افغانستان نقش حافظ صلح را انجام می‌دهند. با گزارش سپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز سه شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ایالات متحده با خروج نیروهای خود از افغانستان به عنوان یک حافظ صلح در جهان نقش خود را ایفا می کند. سرویس مطبوعاتی کاخ سفید می گوید سخنان رهبر امریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد لحظات آینده آغاز می شود. سرویس مطبوعاتی کاخ سفید بخشهایی از گفته های ترامپ را نشر کرد که گفته می شود در حال حاضر ایالات متحده همچنین در تلاش است تا جنگ در افغانستان را خاتمه دهد و ما نیروهای خود را به خانه برمی گردانیم. رئیس دولت امریکا در سخنرانی خود گفت امریکا ماموریت خود به عنوان حافظ صلح انجام می دهد. و همچنان فرار صدها متهم به ساحات تحت کنترل طالبان. به گزارش سپوتنیک، طارق آریان سخنگوی وزارت داخله روز سه شنبه اول میزان در نشست مشترک خبری با جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل گفت
بر اساس اطلاعات کشفی دریافتند که 1086 تن از متهمان که قرار بازداشت آنان از سوی اداره دادستانی کل از سالهای گذشته تا اکنون صادر شده به ساحه زیر حاکمیت طالبان رفتند و 69 تن آنان عملا به گروه طالبان پیوستند. وی افزود این افراد متهم به جرایم مختلف جنایی، خشونت علیه زنان و فساد اداری هن. او تاکید کرد که از مجموع قرارهای باقی مانده سالهای 1395 تا 1397 در ماهای گذشته نزدیک به 1250 تن آنان بازداشت شده است. با گفته او، از قرارهایی که بازداشت متهمان آن اجرا نشده شمار به ساحه طالبان فرار کرده. شماری نیاز به اسناد و شواهد بیشتر دارد و شماری نیز به اساس قانون دوران تطبیقشان خاتمه یافته و شماری نیز زیر کشف و تحت روند تحقیق قرار دارند. سخنگوی وزارت داخله خاطر نشان کرد که 1663 قرار دیگر که از سوی دادستانی کل به وزارت داخله سپرده شده است شامل حکم بازداشت 3206 تن می شود. و این قرارها تحت کار وزارت داخله قرار دارد. به گفته آریان، در کنار اجرایی این قرارها باقی مانده از سالهای گذشته هر روزه ده ها قرار تازه نیز تطبیق می شود. از سوی هم جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل در این نشست گفت که روند بازداشت افراد که حکم بازداشتشان در سالهای 1395 تا 1397 صادر شده و تا اکنون از قانون فرار کردن آغاز شده است. رسولی افزوده کمیته مشترک میان دادستانی کل و وزارت داخله ایجاد شده و مسئولیت بازداشت این افراد را بر عهده دارد. او تاکید کرد که در سالهای 1395 تا 1397 5705 حکم بازداشت صادر شده که 7639 نفر شامل می شوند که متهم به انجام جرایم جنایی، خشونت علیه زنان، فساد اداری، قاچاق مواد مخدر و غیرند. سخنگوی دادستانی کل خاطر نشان کرد که این قرار بازداشت ها مربوط به سراسر افغانستان می شود. او هشدار داد که فرهنگ مافیات از پاسخگویی و مجازات پایان یافته و هر کس در هر جایی که پنهان شده باشد بازداشت می شود. و همچنان مرور بر خبر تازه امروز از ساید خبری افق. ترامپ در سازمان ملل در تلاش پایان جنگ افغانستان هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که آمریکا در تلاش است تا جنگ افغانستان را پایان دهد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.